برنامه خدا و سلام بر شما بیننده برنامه آخر خط بگونه گونه زنده با من هادی سعیدی از نور هست آغاز نشست دوها و ناامیدی های ارگ نسبت به برگزاری جرگه مشورتی سال قرار بود جرگه مشورتی مقدمتر از نشست دوها برگزار شود اشرف غنی چی منافع در تأخیر نشست دوها داشت قرار است امروز دوشنبه نشست سال میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر اثر گرفته شود این ششمین دور مذاکرات سال میان ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا و نمایندگان طالبان است این در حال است که ارگ از تاخیر نشست دوها خبر داده بود و برگزاری این نشست را بعد از برگزاری جرگه مشورتی صلح گفته بود ارگ چرا در پی سبوتاج و یا تاخیر نشست دوها بود آقای خلیلزاد پس از برگزاری این نشست گفته است که در پی برقراری آتش و تأمین صلح در افغانستان است او تاکید کرده که امریکا جنگ را بر مردم افغانستان تحمیل نکرده و خواستار پایان خشونت در این کشور است برآیند این نشست چه خواهد بود بحث میکنیم در همین رابطه با حضور آقای آرش شهیرپور استاد دانشگاه و آقای عبدالظاهر سالنگی از اون مجلس نمایندگان که دقایق بعد تشریف می جناب استاد خیلی خوش آمدید به با برنامه واقعا یک نوع یعنی تقابل میان نشست دوها که امروز آغاز شد و یعنی شورا یعنی جرگه مشورتی سال آنچه که حکومت میخواست برگزار بکنه جیرگه مشورتی صلح قبل از نشست دوحه با وجود آمده بود علت این مسئله به بار شما چی است چرا نشست دوحه اولویت باشه یا جیرگه مشورتی صلح اولویت باشه بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم احترام خدمت شما و خدمت تمامی سم. بیننده های برنامه شما یک مسئله مقدمتا میخوایم یاد بکنم بر ملت شریف افغانستان که اینجا افغانستان است و سرزمین اگر بگویم عجایب منطق پیدا خواهد کرد در این سرزمین بیشتر از این که ارزش های حقوقی انسانی عملی شود بیشتر متاسفانه آجنده های شخصی و برنامه های شخصی گروه, گروه های خاص و دسته های خاص متاسفانه عملی میشه در این سرزمین مسلحت و منافع ملی تعریف نشده که مسلحت و منافع ملی چی است از گذشته های دقل چل سال به این طرف اگر شما دقت بکنین روی کرده زمامداران نسبت به منافع بیشتر مناف... فرد بوده بیشتر از جمع محوری باشه متاسفانه آنچه که ما امروز میبینیم از حکومت آلا موجود اشرفغانی در رأس این حکومت یک مقدار معیوز کننده و ناامید کننده است برنامه هایی که برای آبادانی مردم افغانستان و برای صلح دائمی مردم افغانستان حداقل برنامه هایی که میتواند راحت مردم افغانستان در چتری یا تنفس بکنن و راحت بوی صلح و قوت و برادری و وفاق ها اینها استشمام بکنن یک مقدار زندگی آرام به تجربه بگیرن متاسفانه دیده میشه که از طرف گروه های در قضیه که مسلحت شخصی شانه در سبوتاج برنامه میبینن معنی برنامه ها را مانی میشن پیشرفت دو برنامه دو موازی دو با. برنامه در برای صلح افغانستان این می تواند مایوس کننده باشه بر مردم افغانستان یک برنامه برنامه, برنامه ارگ و حکومت افغانستان که در قالب قرار است جرگه مشورتی ظاهر شود و این جرگه هم آجنده های از این معلوم و مشخص نیست و حتی حدس و گمانه ها بر اساس قرائن بیرون میان که بحث های شومی در درون این جرگه نمفته است مثلا چی بحث های آقای آلا ما بگیم شش تا به این روز شش تکت انتخاباتی ریاست جمهوری آمدن تحریم کردن و با ای تقریبا تمام تکت های انتخاباتی تحریم کردن شش تا از اعلان آشت. کردن من... رسما تا به این روز شش, شش تکت برداشت از این است هم آنچه که از, احتمال منفی بودن از قضیه میتونه باشه از درون اجنده ها بیرون شده است که حکومت در پی تمدید یک دوره دیگر از کار خود است حکومت در پی برنامه‌های عمل ساختن برنامه است که باز یک بار دیگر تقابل مطرح میکنه و از این تقابل می تواند مسلحت های را بگیرد تقابل یعنی این که یک نهاد خاص به این ملغا بسازه حالا یک فرد از یک سمتش که حالا چقدر منطق حقوقی داره نداره اوش مهم نیست کنار بگذاره فرد جدید رو جایگزی نزیر آدم بکنن حدی اقل یک دوره پنج ساله تمدید بکنن یا یک ساله تمدید بکنن به هر صورت یا یک پیشنهاد نامناسب و نام... نامناسب و ناخوب و ناشایستهی داشته باشن های انتخاباتی در کردن که با این آجنده های شخصی با... گفتم که عکس این تصورش میره آه... که احتمال داره که این تکت ها به اشتباه برن آه... برنامه ل... لوی جرگه یا مجلس بزرگی که قرار است برای صلح افغانستان و مشاره ها برای صلح افغانستان گرفته شده احتمال داره که مسیر مناسب را بکنه ولی مسیر مناسبش یک درصدی کمتر است و حدس گمان های تحلیل داران یک چیز دیگر را بیرون میکشه او طرف قضیه برنامه ظلمه خلیلزاد است که با آمریکایی ها و طرف اصلا اصلا ظلمه خلیلزاد به نمایندگی از آمریکایی ها و طرف جنگش هم طالبا هستند اون برنامه میتونه برای مردم افغانستان بسیار نتیجه بخش باشه و یک مقدار روح مردم تسکین بکنه. مجریه م... بنامه... مشورتی سال جناب استاد به نظر شما این جرگه آنچه که مثلا تکیت های انتخاباتی میگن مشخصا آقای دکتر عبدالله که بخش حکومت افغانستان است اینا اظهار میکنن که هیچ یعنی مسلحتی برای برگزاری این جرگه دیده نمیشه و طرف مقابل هیچ گونه پاسخی برای, برای, یعنی توجیه این جرگه نداشته برای اینا واقعا یعنی اگر یک بخش حکومت اشتراک نکنه سبوتاج بکنه یا اینکه تحریم بکنه یک جرگه جرگه مشورتی سال در این شرایط واقعا این توانایی را در, در او, در او بخش حکومت میبیند و اینکه حالا بتانه که دیگر مشروعیت این جرگه را حالا اونا بحث مشروعیت مطرح میکنن و در قانون میگن که چنین جرگه نیامده شما قانوندان هم هستید من میخواییم بگویم که و پوزش ما میخوایم بگویم که عبدالله عبدالله اول نه من در تکت نه مخالف تکت اشرف احمدزی هستم و نه موافق تکت انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله هر دو انسان در نظر من به عنوان انسان معتبری که جمعی از انسان ها به اینها باور و اعتماد دارن من با احترام با اونها با این دو فرد احترام دارم ولی در نوع کارهای از اینها اگر با انتخاب میکنیم بر من خورده نگیرن دکتر عبدالله در کرده که وقتی تحریم میکنه در کرده چیزهایی را از درون از این چون فرد دومی نمی است و می با یک از اطلاعات جدید دسترسی پیدا داره و پیدا بکنه بنان درک کرده که اینمی پروسه یک پروسه مناسب بر مصلحت مردم افغانستان با. نیست حتی حتی میگویند که این آقا از این تحریمش باز هم یک کمپاین بکنه من میگم که هر کار خیری که برای برای آبادی مردم افغانستان برای امنیت مردم افغانستان باشه ولی در هر چی نام بگیره کمپاین ما میپسندیم مس جرگه نه منطق حقوقی داره نه منطق قانونی داره که ما بیایم برای زی داشته باشیم مشوره یعنی این که ما میخواین صلح بکنیم او مردم شما میخوایم سل بکنین بین برای یک لحظه فکر بکنین آیا کسی پیدا خواهد شد در یک جمعی از بزرگ این یک هزار نه دو هزار دو هزار نه, هزار نه ده هزار انسان آیا عقل سلیم و عقل سالم پیدا خواهد شد که بیا بگه که ما سل نمیخوایم این مشاره برای چی است؟ برای این که میخوایم بکنیم در نهایت آجندا چی خواهد بر... چی می برای بیرون با پوزش چی میخوایم از بیرون شویم اینکه که ما وقت میخوایم آیا شما به ما وقت میتیم ات... بله ما شما وقت میتیم که سلبه ما یک سال دیگه وقت میخوایم شما با ما یک سال دیگه وقت میتین همین گونه باید با مشوره شود که مشوره با این شکل میشه در غیر از اگر قرار به باشه که بخوایید که سل کار شه و مردم افغانستان چی میدونن اونهایی که شما جمع میکنید میبرین در اونجا میشنین 2500 انسانه اونها رای حل سال چه میدانن؟ رای حل سال در دست مردم افغ... زمانداران افغانستان هست یعنی همیشه هر گپی که میشه شما میبینید به گردن مردم افغانستان میدانید باز از مردم افغانستان بپرسید مردم افغانستان شمال شرق جنوب غرب قربانی اصلی جنگ هستند و صلح میخواین از لحاظ حقوقی منطق حقوقی نداره اینمی بودجه و اینمی هزینه که مصرف میشه من یک برنامه از می زیاد کردم که شکم یک گرسنه بسیار از انسان ها رو می حتی اقل برای یک ماه سیر بکنه که پیش روی ما یک ماه مبارک داریم رمضان اگر اینها تقسیم میشد شد و بالای این فقرا یک مقدار بر ما در دست کمتر می شد این حکومت باید دست بازو بر بزنه و با پروسه دوه همراه شود شاید سوال از من میکرد بکنین که خیب دوها نمیخواین اینا این یک طرف دوها طالب هستن اینا رو نمیخواید در قضیه باشن کنار بشینن حداقل سکوت بکنن سکوت بهترین چیز میتونه باشه برای صلح افغانستان خراب نکنن برنامه را بگذارن امون هایی که آمدن این حکومت به وجود آوردن همو قرار است که با طرف های جنگ استاد شوند و یک در یک معامله یک س... یک, چیز بر مردم برای مردم افغانستان به عنوان صلح یا امنیت نسبی برمغان بیارن و توفه بودن. من باور دارم که جرگه مشورتی سال بیشتر از این که به مسلحت مردم افغانستان تمام شود از لحاظ اقتصادی ضرر مردم افغانستان است از لحاظ از زمانی و سیاسی یک مقدار به ضرر مردم افغانستان خواهد بود حتی امین که یک مدت یک قسمت از شهر کابل بند می شود و عبور و مرور برای مردم و دانشگاه هایی که در این مسیر اصلا بسته میشن اینمی به ضرر مردم افغانستان خواهد بود و نتیجه نهاییش که اگر طالبا می شری اشتراک میکردن در این جلسه ما میتونستیم بگیم که خب طالبا اومدن خواسته مطرح میشه یک هفته ما اگر رخصتی رو تحمل میکنیم سختی ها رو تحمل میکنیم در نهایت دو هفته بعدی ما نتیجه میگیریم طالبا اصلا نه از همون ابتدا رد کردن فلهازا نتیجه برای مردم افغانستان نخواهد داشت و امیدوار هستم که یک مقدار زمان فکر و ملت افغانستان بیشتر از این قربانی نسازند استاد چیزی که من نبزی این نفزی که حالا جرگه مشورتی قبل از یعنی نشست دوها باید برگزار می شد این چی پیام داره یعنی چی مفهوم داره و اینکه حالا این بحث چی را می به نظر شما یعنی باور داشتن که حکومت افغانستان که واقعا این, این تحمیل را بالای طالبان بالای امریکایی ها کرده می و خبر هم داده بودن که یعنی نشست دوها به تاخیر افتاد در 19 و 18 و 19 اپریل برگزار میشه اما 15 اپریل آن چیزی که قرار گذاشته بود ایالات آمریکا و طالبان گفتگوهایشان را اثر گرفتند اینه بزن به نظر شما حکومت با این برداشت که سیاسیون را جمع بکنه از زیر یک چتر قرار بده میتونه که یعنی مانع در کل از زمین, مف... یعنی زمین تقابل شما چی را دریافت میکنید مسئله این که حکومت چه میخواست که روی جرگه یا این مجلس بزرگ قبل از نشست دوهر شکل بگیره این فکر می بر تمام تحلیلگران مسئله سیاسی یا این بحث سیاسی سی منطقه روشن است که حکومت به شکل مطلق دیگر امیدی برای حمایت آنچنانی که سه سال چهار سال قبل به دست آورده بود نمیتونه داشته باشه و آمریکایی ها دیگر در پی تغییر برنامه ایشان در منطقه هستند یا میخوایند که بیشتر چیره ها و موره ها تغییر بخورند میدان بازی برای خودشان پیدا نکردن آمدن اینجا گویا انگار که خوش خدمتی بر آمریکایی ها داشته باشند و بر آمریکایی ها اینجا داشته باشند که ما امگام با شما و موازی با شما پیش میریم و بر مسلحت شما بیشتر از این فکر میکنیم ما فکر میکنیم که میخواستم بر آمریکایی ها خوش خدمتی داشته باشند که ما این پروسه را تحصیل کردیم در داخل افغانستان ظرفیت های درونی را یا امو توانایی‌های های بالقوه درونی که برای ناامسازی هم میتونن و استفاده شدن برای امن افغانستان اونها رو گرد هم جمع کردن سیاسیون اینها مشکلی ندارن شما میتونید برنامه عملی بسازین با این, با این برنامه حکومت آمده در میدان ولی این برنامه نتیجه از امیال شد. از نتیجه از امیال معلوم است که آمریکایی ها برای از اینها ارزش قائل نشدن طالبان هم رد کردن حتی سیاسیون داخل حکومت... کابل هم تحریم هایشان یک پیشتر دیگر مطرح ساختند بعد بینی هایشان از درون حکومت 50 درصد از حکومت حالا اینکه چقدر صلاحیت اعلانیش 50 درصد حکومت به دست دکتر عبدالله عبدالله سلیم که اجراییش چقدر صلاحیت فیصدیش به دست دکتر سید عبدالله عبدالله شورا وزیران دایر میکنند عملا سهم داره دا عملا سهم داره پیش را گفتیم اعلانیش 50 درصد ولی اینکه اجراییش چقدر است اص... اینو من نمیتونم فیصدی تعیین بکنم آمدن تحریم کردن پس حکومت در درون خودش یعنی در شهر کابل نمیتواند اجماع سیاسی اون را بکند بین کاخ سپیدار و هر صد جمهوری 300 متر فاصله نیست نمیتونه اینها توافق با هم داشته باشند برای صلح مردم افغانستان اینا برای کلام حرف دیگر دیگری جمع نمیشن برای صلح جمع میشن ولی اینا نمیتونن برای صلح جمع شون که گپی که زیر کاسه نیم کاسه وجود داره یعنی در پشت این برنامه ها و در عقب این برنامه ها برنامه‌هایی است که دیگران توانستند با تیزبینیشان اون طرف پرده را بود حالا بکنن اون طرف پرده را بخوانند اینا در کردن فلاز آمدن در پای تحریم از این مسئله هستند اینه میخواین که این فرد که برنامه ریزی داره برای تداوم یک دوره دیگر یا این که تمدید یک مدت برای حکومتش احتمال گفته می میره و عکس قضیه هم به نظر نمی رسه آمدن اینا را تحریم کردن پس اجماع درونی وجود نداره او طرف هم و درک کردن که هر ریاست جمهوری دیگر توانایی جمع کردن و توانایی وفاق عمومی در درون افغانستان از دست داده بناهن ما میتونیم برنامه های خود پیش ببریم اگر برنامه های از اونها به اصطلاح تعویق بفته اعتبار امریکایی ها متوجه باشین که امریکایی ها از لحاظ حیثیت و اعتبارشان خیلی دقت کردن و اگر شما تاریخ امریکایی ها را در مداخلات در کشورهای دیگر ببینید بیشتر برشان مهم نبوده که نتیجه جنگ و صلح اینها چی میشن اعتبار و حیثیت آمریکا یا بس عراق شما با ما تقریبا نزدیک با ما شروع شد ما 2001 بر ما شروع کردن 2003 اونها شروع شد ولی بسیار به بس سرعت دیدن که حیثیت و اعتبارشان در بحث سوریه حالا آمریکایی ها بحث حیثیتشان شد زود مثلا یک گونه دیگر تغییر دادن در بحث افغانستان هم بحث حیثیت آمریکایی ها است دهید نقطه که بیان اینجا به باز با باز پرتن و اینجا دیگر دستگاه های دیگری در منطقه فعال است که وارونه جلوه میتن و وارونه اگر نگیم این حقیقت جلوه میتن که امریکایی ها حتی در آوردن سال هم دیگر اینجا عزیز هستن من اگه پیس که اینا هم در گفتگوی سال باختن هم در, در مسائل جنگی باختن بنان امریکایی ها در بعض حیثیتشان خیلی جدی عمل میکنن و آمدن در اثر گرفتن زلمه بیشتر از این که یک افغان باشه یا به یک اهل افغانستان باشه و با خود به عنوان یک افغانستانی فکر بکنه من فکر می کنم که زلمه خلیزات بیشتر یک آمریکایی خواهد بود گرچند از تبار افغان زاده شده یک خانواده افغان و متعلق با سرزمین به نام افغانستان در کل میگه میشه افغانستانی و بیشتر از این میره میشه آمریکایی یعنی بر مصلحت آمریکایی ها بیشتر میچرخ بنان اعتبار و حیثیت آمریکایی ها را او بیشتر ملاک نظر داره فلهازا با این برنامه‌های های درک کرد در درون کابل زمانی که آمد با شخصیت‌های مطرح و تاثیرگذار امنیت و جنگ افغانستان دید مطالعه کرد فرد زیرک و هوشیاری به نظر می رسد که اینها نمیتونن با هم دیگر جمع شدن برنامه را باید روی دست بگیریم من و مردم افغانستان یک پیام برنامه شما دارم که برنامه مم. دوها و قطر می بسیار تاثیرگذارتر گذارتر از برنامه های درون که در افغانستان که در کابل گرفته میشه به دلیل اینکه در اینجا اجماع وجود نداره و او طرف تصمیم وجود داره که یک مقدار بتوانند طالبان را وارد میدان سیاست افغانستان داشته باشن بناهن اینا میتونن که از او امید داشته باشند بیشتر از آقا <تص> یک نوع نگرانی ایجاد کرده برای یعنی تدویر لوی جرگه یعنی به با این باور هستید که تدویر لوی جرگه بعد از نشست دوها معنای خواهد داشت و اینکه حالا اینمی واکنش یا تحریمی که از جانب دکتر عبدالله و اکثریت تیم های انتخاباتی صورت گرفته برای این برگزاری جرگه مشورتی سار. سال یعنی به نظر شما یک نوع نگرانی ایجاد نکرده در حکومت آنچه که مثلا از ادبیات حکومت در واکنش به این گفته ها و به این تحریم ها برمی میگه ما مشوره میکنیم آیا جای مشوره دیگر باقی مانده فرصت مشوره را حکومت با این سیاسیون با یعنی تیکت های انتخاباتی دیگر با اینو دارد با اه اه اگر ببینیم کمه که تو راحتی تحلیل بکنیم بگیم که خب با کی مشوره میکنین با نماینده های مردم افغانستان بر چی مشوره میکنین برای سال چه میخواین بگین میگه که میخوایم که سل در افغانستان می خو... کسی پیدا خواهد شد بگه سل در افغانستان نه خب اگه می کلا که میخواین سل در افغانستان بیا بر... در پیش تر از گفتم که باز پرسش های دیگه میشه چگونه بیا ما وقت کار داریم ما زمان کار داریم با شما موافق هستیم این یا یک مقدار دامن این جرگه را کلانتر میسازن و این مشاوره را کلانتر می سازن و اینها احتمال می, سرح... این احتمالی... می خوانم اون طرف قضیه را و بازم میگم شخصی میخوانم امیدوار هستم که این اشتباه و بدر بیاید و ما یک انتخابات حدی اگر در زمان معینش هم نیست بازم در مثال یک انتخاباتی داشته باشیم برایندش هر که باشه مردم افغانستان بپذیره و یک حکومت این مشروع و مشروع دیگر باز پیدا بکنه من این را می که انتخابات میره به طرف یک سال دیگر به تعویق و حکومت تداوم می این می وضعیت بنان زمانداران درون بعد درک بکنن که سیاسیونی که در در تقابل با اینها یا به دیگر در جهت مقابل از اینها ایستاد شدن و برنامه برای رفتن به ارگ ریاست جمهوری دارن اونها دیگر درک کردن اونها اجازه نمیدن هر کدام از این کاندیدایی که تحریم میکنن در حقیقت صد هزار انسان این کشور شناسنامه هایشان با خود دارن بردن و کمیسیون انتخابات تسلیم کردند. یعنی هر کاندید صد هزار انسان است زمانی که شما میایین صد هزار انسان اعتبارش به یک بارگی اگر ده تا ازی تحریم بکنه پانزه تا ازی تحریم بکنه خب دکتر عبدالله تحریم کرده فرد اول دوم این حکومت دیگر هم تحریم میکنن در حدود یک میلیون انسان یک و نیم میلیون انسان این کشور تحریم کرده غیر مستقیم تحریم کردن این برنامه را من میگم که این این جرگه نمیتواند بر مردم افغانستان امیدوار کننده باشد برگزار و... شدن زیر پرس شفته آیا برگزار خواهد شد ما چون با این همه مصرف و این همه 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 و هر حل حله که صورت گرفته این برگزار اگر بکنم فقط برای یک, آجند... برای یک مسئله خواهد بود و اون مسئله مسئله صلح و زمان صلح هست که صلح مطرح کردن زم... در پی مطرح کردن صلح زمان صلح مطرح میشه و زمان صلح هم دیگه اونقدر وقت نمونده من باور به این دارم که تا یک ماه دیگه با های بین آمریکایی ها و طالبا خواهند رسید و طالبا را به عنوان جزئی از قدرت سیاسی افغانستان وارد سیستم خواهند کرد و برای این تکنوکرات هایی که نه این طرف در دامن قبیله و دامن قوم دیگر جای دارند و نه اون طرف هم دیگر در مقابل آمریکایی ها می توانند استادگی بکنند به از اینها چیده می و اینها میره به طرف خانه هایشان و با فرزندانشان در اروپا زندگی خواهند کرد رویکرد روی, قضیه روی به همین شکل سمت می های تحلیل را تحلیل دراره. این هیچ نتیجه نخواهد داشت بهم. پیش از برگزاری پیش از نشست دوها و نتیجه ای که با آمریکایی ها توافق صورت میگیره میشد یک خش خدمتی برشان مطرح بکنند و در پلی یک تداوم حکومت نامش رو بعد از این نشست که توافق صورت بگیره هیچ نتیجه ای نخواهد داشت اینها بخواهند نخواهند من این از برشان میگم من گفتم با هیچ فرد ما کدورت و دشمنی نداریم و بدبینی نداریم فقط برای ما آنچه که مهم است مسئلات مردم افغانستان است برای مسئلات مردم افغانستان اگر قربانی هم میپذیرم میگم که هر نوع برنامه شخصی و فردی این ملت شریف افغانستان از این بدبختر میکنه و بین از برنامه شخصی خود کنار و برای یک مسلحت ملی و منافعی که جمع تضمین بکنه جمع شویم در غیر از او ما یک چنین وضعیت ناخوب ناشایسته را حتی بدتر شده آینده باید تجربه بکنیم آقای شیرپور نشست دوها یعنی پاکستان هم امیدواری کرده گفته امیدوار است که پایان این نشست یک یعنی پایان منطقی باشه برای حل منازعه یا جنگ افغانستان و همچنان مشروط قرار داده آقای خلزاد امین, جر... امین نشست را مبنی بر اینکه حالا یعنی آتش بس صورت بگیره و مذاکرات مستقیمی حکومت با طالبان آغاز شود. یعنی اینا نظر باهم که پاکستان هم خود را تسهیل کننده اینمی روند گفته و امیدواری دارد. یعنی به نظر شما امیدوار باشیم که اینمی نشست حد اقل راه روشنی را برای صلح افغانستان مشخص میسازه و ما به صلح نزدیک میشویم. امر... آ... پاکستان به عنوان یک کشوری که در منطقه همیشه من. بعد حم... از سال 1955 زمانی که آمد آ... با پیمان من گسترش کمونیسم در منطقه ملحق شد آ... محبوب آمریکایی ها شد و آمریکایی ها از 1955 به طرف پاکستان به عنوان یک کشور حامی منطقه و وسیله دستشان در منطقه من. استفاده کردند پاکستان بدون آمریکایی ها و برنامه آمریکایی ها یک حرف هم نخواهد زد و یک من. عمل هم نخواهد کرد تمامی بدبختی هایی که در افغانستان حالا تاریخ به ما نقل میکنه از پاکستان منشه گرفت نشعت کرده پاکستانی ها در پی فقط ش... بلیگوی شنیدن حرف امریکا ها بلیگویی به ها هستند چون من پیشتر گفتم که اعاده حیثیت امریکایی ها برای امریکایی ها خیلی مهم است از هر طریقی ممکن میخوان اعاده بکنن حتی پاکستان هم دیگر نمیتونه در ای... ای... استادگی بکنه اینجا میخواین که برنامه را پاکستانی ها باز از یک روزنه دیگر وارد میشوند باز هم روزنه روزنید دشت شرط تروری پا خواهد بود و او بحث دایش مطرح میشه که با او فاز وارد میدان سیاسی و چون این, این چیزی یه گفته شده یکی از مواردی که مبارزه با دایش از توافق شده میان یعنی امریکا و طالبان عموم وارد میشه که باز باید طالب در فاز قبلا در فازهای مختلف بازی میکرد در آمد در فاز طالب فاز مخالف میره به طرف فاز, 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 فاز داعش وارد میشه ولی مطمئن باشین که در مسئله طالبا چون آمریکایی ها بحث ور طالب پاکستانی ها استاد نمیشن در مقابل آمریکایی ها و با با که با منطقه هم ش... سازگار نیست با داعش آ... برای کشورهای منطقه من... کشورهای منطقه کشور نیست ولی... ولی مسلحت مصلحت یک از کشورها در منطقه در ناامنی متاسفانه افغانستان رقم خورده و ظرفیت های بلقوه سیوسیون برای بلیگوی برای بلیگوی و خوشخدمتی برای قدرت های منطقه که علاقمندی بازی در میدان افغانستان دارن متاسفانه متعصفان متاسفانه اینمی... اینمی فرصت صلح و امنیت از مردم افغانستان را بوده دایش به عنوان یک تدید بالقوه نگاه میکنن هیچ او نمیشه که گم شوه ولی به اندازه دامن که فعلا ناامنی وسعت داره و پهن شده و مردم افغانستان هر روز قربانی میشوره باز دایش نمیتواند ولی به یک تدید بالقوه برای سیاسیون برای تهدید گروه ها و اجتماعات و تجمعات میتونه یک تدید بالقوه باشه و اینو از استفاده شوه طالبان بلگوی پاکستانی هستند و پاکستانی هم حرف شنوی آمریکایی ها در این مسئله که امید اظهار امیدوار... امیدواری کرده برای صلح مردم افغانستان و توافقاتی که صورت بگیره من مطمئن هستم که نه با استادگی میکنن چون اونها در مجاب پناهگاه دارن و فکر سیاسی طالبان از مدرسه بیرون نمیشه اگه با خاطرتان جمع باشه که از مدرسه شما فکر سیاسی سی این گونه بیرون نمیشه که بیان منطقه را به چالش بکشن و آمریکا را در سر میز بیارن بشارن این فکر فکر استخباراتی منطقه است که گروه های را تربیه کردن و در سر میز میبرن و شبیه به های اینا را مدیریت میکنن و در نشست بیشتر از اینکه صلح به مردم افغانستان بیاره و یک مسئله اقتصادی کلانه و یک تضمین بسیار کلان آمریکایی ها مجبور از با پاکستانی ها بودن و پاکستانی ها هم یک بسیار علاقه مندی دارن پاکستان در طول تاریخ یک میلیارد دلار استیفن کور و نویشتایش اگر دوستها و شنونده خوانده باشن یک میلیارد دلار از عربستان سعودی میگرفتن و یک میلیارد دلار سالانه از آمریکایی ها برای برای چی برای ناامنی منطقه و این همی پروسه را باید تداوم بدن بلاخره پایان جنگ را شاید خواهیم بود آقای من من خوشبین در این بیم اگر, اگر چند بسیار منطق نداره که ما فیصدی تعیین بکنیم ولی زین ایده میگه که اگر جنگ امروزی افغانستان شما میار قرار بدین ملاکتان باشه من خوشبین به که 80 تا 85 درصد ناامنی ها فروکش میشه در افغانستان و خصوصا حوزه شمال, شمال, شمال شرق و اینجایی که دیگر حمایت های پاکستان کم میشن و اونجا دیگه ظرفیت های بالقوه داعش یک مقدار کمتر هست این مقدار بین 80 تا 85 درصد امیدوار بود که جنگ فروکش میکنه و طالبان به میدان میاین و طالبان به میدان آمده طالبان به میدان بیان یعنی اینکه یک قوه دیگری به نام داعش باید زنده نگهداری نگاهداری شوند هر وقت نیروها و گروه های طالبان هم بتوانند به عنوان یک قدرت اینجا استاد شوند و به اصطلاح حرفی بر گفتن در منطقه داشته باشن، باید یک قدرت باشه که اونجا تهدید صورت بگیره من باور باورمند به این هستم که نشست دوها به مراتب به مسلحت مردم افغانستان خواهد بود زمانداران اینمی عصر و اینمی حکومتی که ما هستیم در زندگی میکنیم در این می لحظه با اونها این نمیه باید همگام با اونها شوند ولی اگر با نتیجهش این باشه که پایان عمر سیاسی از اینها هم باشد اینها باید لبیک بگن و اون پروسه را باید نباید سابوتاژ بکنن نباید تحریم بکنن و اصطلاح انگلیسی هم نباید بایکات بکنن که این کار با مصلحت مردم افغانستان خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای آرش شیرپور استاد دانشگاه و تشکر از شما بنده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید بقیه وقت خوش خدا نگهدار